سلام دارم خدمت شما دوستان و همراهان عزیزم این ویدیو رو با یک جمله زیبا از رابین شارما شروع میکنم پیشرفت روزانه کوچیک در طولانی مدت منجر به نتایج خیره کننده خواهد شد خب بریم سراغ مبحث آرایه های تو در تو یا آرایه های چند بعدی توی قسمت های قبلی توی مباحث قبلی اونجا که دستورات شرطی رو داشتیم با ایف های تو در تو آشنا شدیم اونجایی که حلقه های تکرار رو داشتیم با حلقه های تکرار تو در تو آشنا شدیم و حالا میخوایم با آرایه های تو در تو آشنا بشیم ببینید اینجا آمدم من یک آرایه خیلی ساده تعریف کردم ور اره یک اسمش رو گذاشتم اره یک آرایم از چهار تا خونه چهار تا اتاق تشکیل شده از چهار تا عنصر تشکیل شده داخل یکیش مقدار یک داخل بعدی مقدار ترو داخل بعدی استرینگ میلاد داخل خونه آخرش هم عدد بیسته. بعد اومدم با استفاده از کنسول لاگ آرایه رو چاپ کردم خب الان آرایه من تو در تو نیست یک آرایه یک بعدی هست حالا اگه هر کدوم از این خونه ها خودش یک آرایه باشه بهش میگیم یک آرایه تو در تو یا آرایه دو بعدی ببینید مثلا من میام اینجا این ترو رو برش میدارم خب یک آرایه دیگه میذارم به جاش خب آرایه ها رو چطور تعریف میکردیم برکت باز بسته خب پس خونه اول عدد یک خونه دوم خودش یک آرایه است داخل اتاق دوم یک آرایه رو داریم که حالا مثلا خود این آرایه داخلی دو تا مثلا خونه داره داخل یکیش نوشته شده میلاد داخل خونه بعدی نوشته شده یا نه بذارید اینو بنویسم next one اینو بنویسم کد خب الان من یک آرایه دو بعدی رو دارم یک آرایه تو در تو رو دارم واسه اینکه بهتر این موضوع رو متوجه بشید ببینید من اینجا اسپیس میزنم میدونید که فضاهای خالی توی برنامه نویسی نادیده گرفته میشه واسه یه خانایی بهتر ما میتونیم این کار رو انجام بدیم اینجا هم اسپیس میزنم که اینا رو بهتر بتونید از هم تشخیص بدید خب ببینید الان این آرایی من چهار تا خونه داره خونه اولش که اینه عدد یک داخلی ذخیره شده با کاما جداشون کردیم خونه دوم اینه که خودش یک آرایه است که دوباره دو تا خونه داره خونه شماره سفرمش رشته نکست وان توشه خونه شماره یکمش رشته کد توشه خونه بعدی این میلاد خونه ای آخرش هم این 20 خب حالا اگه بخوام اینو توی کنسول بهتون نمایش بدم یعنی بنویسم کنسول دات لاگ اره یک ببینیم به چه شکل توی کنسول نمایش داده میشه ببینید این خونه اولش یک خونه دوم رو نوشته اره توی پرانتز هم نوشته دو یعنی خونه دومش خودش یک آرای است که دو تا خونه داره خونه بعدی میلاد خونه بعدی 20 خب اگه من روی این بزنم و این آرای باز بشه دوباره اینجا به همراه شماره اتاق مقادیر رو داره نشون میده خونه سفرم یک خونه یکم خودش یک آرایه است ببینید علامت رو برکت باز بسته که دوباره خونه سفرمش نکست وانه خونه یکمش کده لنسشم هم دوه خونه شماره دوم میلاد خونه شماره سوم بیست خب حالا اگه من بخوام به این دسترسی داشته باشم چیکار میکنم ببینید اگه بیام بنویسم کنسول لاگ console.log اره یک صفر یعنی آرایه یک خونه شماره سفرامش که میشه عدد یک باید عدد یک رو به من بده کد رو اجرا میکنم ببینید عدد یک رو واسه من نمایش داد حالا اگه بنویسم اره یک خونه شماره یکم میشه این آرایه میشه این اینو به من میده کد رو اجرا میکنم ببینید اون آرایه رو به من داد next one و کد حالا اگه مثلا بخوام به این next وان دسترسی داشته باشم میگم اره یک خونه شماره یکم میاد وارد این آرایه میشه حالا این دوباره خودش دو تا اتاق داره اتاق سفرامش اینه اتاق یکمش اینه پس جلوی این می نویسم اتاق سفر یعنی برو توی آرایه یک توی اتاق شماره یکم بعد که وارد شدی که خودش دو تا اتاق داره برو توی اتاق سفرومش که میشه اینجا next one خب اگه الان کد رو اجرا کنم رشته next one رو به من میده ببینید next one رو داد حالا اگه بگم برو توی آرایه‌ای یک اتاق یکم بعد دوباره اتاق یکم باید این کد رو به من بده ببینید کد رو اجرا میکنم کد رو به من میده خب حالا این تو در توی میتونه بیشتر از دو سطح هم باشه مثل حلقه های تکرار مثل دستورات شرطی که میتونیم بیش از دو سطح این تو در توی رو ادامه بدیم آرایه ها هم میتونن بیش از دو سطح تو در تو باشن مثلا خود این کده میتونیم اینو برداریم دوباره اینجا یک آرایه دیگه قرار بدیم پس میتونه تا چندین سطح ادامه پیدا بکنه این شد موضوع آرایه های دوبادی به همین سادگی خب عزیزای دلم امیدوارم این قسمت هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و به خوبی ساختار آرایه های دوبادی رو درک کرده باشین حتما حتما بیاید تمرین بکنید و واسه یه تمرین بیشتر خودتون میتونید بیش از دو بود آرایه ها رو به صورت تو در تو داشته باشین و بعد بیایید به مقادیر ذخیره شده داخل آرایه ها دسترسی پیدا بکنید ببینید آدرسشون چطور هست وقتی بیش از دو بود بیش از دو ست داریم تو در توی رو تا قسمت های بعدی به خدا میسپارم مراقب خودتون باشین خدا نگهدار